اولین چیز به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میتونه زمینه خوشبختی برای آدمی رقم بزنه اینه که نگاه عبرت آمیزی داشته باشه. طوبی لمن کان نظره عبره، نگاه که میکنه این نگاه توأم با عبره باشه. نظر در قرآن به معنای نگاه کردن است، به معنای چیزی رو دیدن است، اما دیدن تنها نه، دیدن که در کنار او دقت هم هست. درست. اگر چیزی رو دیدیم و این نگاه ما به اون چیز بر اساس دقت بود، در فرهنگ قرآن این میشه نظره. در قرآن میخونیم افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. در سوره قاف خدا میفرماید آیا شما مردم نگاه نمیکنین به این آسمانی که بالای سر شما خدا آمده است، او رو بسیار زیبا و در عین حال دلگشا آمده او رو طراحی کرده. در واقع اینجا خداوند انسان و آدمی را به دیدن خالی و تنها دعوت نمی کنه که بله. اگر می کرد شاید تعبیری بر رأی و رعا و بله. از این ماده فعل استفاده بله. می کرد. همون چیزی که عرض کردم، هم دیدن است هم دقت کردن است. درست. یعنی نگاهی که زمیمه دقت باشه. خب این که انسان صرفا بیای آسمان رو نگاه کنه مسائل نمیرسه که خدا بله. آمده این آسمان رو با کمال اتقان، با کمال بفرمایید قدرت آمده او رو خلق کرده. یا در سوره مبارکه عبسه آیه است که خیلی شنیدیم، میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه. وقتی که سر سفره و دسترخوان نشستیم بله. طعامی بر سر سفره گذاشته شده، انسان علاوه بر این که این غذا رو میخوره و نوش جان میکنه به اون نگاه هم بکنه. خب این نگاه یعنی چی؟ یعنی منظور اینه ببینه فقط تماشا کنه؟ بله، صرف تماشا نیست. صحیح. نگاه کنیم ببینیم آیا حلاله یا حرامه، آیا محصول رنج خود انسانه، محصول دست رنج خود انسانه، یا خدایی نکرده از اموال دیگران است که در مال ما جا بناحق. بله، ما که نگاه میکنیم به معنای این است که ببینیم آیا ما که میخوریم دیگران هم دانند که استفاده کنند، تنها خوری نشه. ای رو یاد بگیریم که نیم نانی گر خورد مرد خدا، بذل درویشان کند نیمی دگر. ای قضای جسم ما هست، نگاه کنیم که قضای روحانی ما چیه. لذا به ما خیلی توصیه کردن که پای هر گوینده، پای هر شنونده آدم ننشینه، هر کلامی رو گوش نکنه.